هیچ کدام از بزرگانی که برای پیشبرد علم در ایران کوشیدند هرگز گمان نمی کردند که روزی نظامی بر سر کار آید که از فسادش حتی آموزش و پرورش نیز در امان نباشد. روزی نیست که معلمانی در گوشه و کنار کشور مشغول اعتصاب و اعتراض و بازپسگیری حقوق لگدمال شدهشان نباشند. سازنده نسل‌ها و پرورش دهنده افکار دانش آموزان که باید به دنبال راه و روش تدریس و چگونگی برخورد با دانش آموزانش باشد، امروز غم‌نان دارد. دغدغه پایه‌ای ترین نیازهایش مجال هر اندیشه دیگری را از او ربوده و با این شرایط باید پرسید که آیا آموزش کیفیت مطلوبی خواهد داشت؟ حکومت اسلامی ادامه